سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون برابری، من یاور اعتماد هستم و برنامه هفته تلویزیون برابری رو تقدیم شما میکنم. امیدوارم این فرصت رو داشته باشید تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید در برنامه تلویزیون برابری. دوستان عزیز بیننده، بخش اول برنامه هفته اختصاص داره به گفتگوی من با آقای اکبر زارعین در اصفهان پیرامون تغییر و تحولات و رفتارهای اجتماعی مردم ایران در طی 30 اندی پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی و عواملی که مانع از تشکلیابی اونها میشه. بخش دوم برنامه این هفته اختصاص داره به گفتگوی خانم مهناز قزلدو با خانمها الهه ایمانیان و پروانه حسینی در آمریکا پیرامون مسئله جنسیت و ورزش زنان که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. دوستان عزیز بیننده، خوشحال خواهیم شد که نظرات و پیشنهادات شما را از طریق تلفن و یا ایمیل تلویزیون برابری داشته باشیم. با ما ارتباط برقرار کنید و ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون آگاه سازید. با ما همراه باشید در بخش اول برنامه تلویزیون برابری. آقای زارعین، تشکر از میکنم از شما که دعوت تلویزیون برابری رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت میکنید. ممنونم، زحمت کشیدید. عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شما جناب آقای اعتماد و هم خدمت بینندگانتون که دارید. در خدمت تو هستم. زنده باشید. آقای زارعین، میخواستیم در ابتدا نظر شما رو بشنویم در رابطه با تحولاتی که در رفتارهای اجتماعی مردم ایران در طی 3 دهه اخیر به خصوص پس از روی کار آمدن حاکمیت جمهوری اسلامی و پس از انقلاب 57 تغییر تحولاتی که شکل گرفته و تغییراتی رو ما که به طور محسوس شاهد هستیم در رفتارهای فردی و اجتماعی مردم ایران، یک اجمالا شما نظری به اون بیندازید و پس از اون بتونیم بیشتر در رابطه با بحث تشکلیابی مردم ایران در حوزه های مختلف بتونیم توی این رابطه صحبت کنیم. ممنون میشم اگر یک نگاهی به این موضوع داشته باشید. از کنم خدمتون که حقیقتا از لحاظ روانشناسی اجتماعی من مد نظرم بیشتر نگاه بشه به جامعه ایران، این بحث تشکلیابی و این کانون های سنفی، بحث این دارم تحت عنوان ترس، توهم ترس، چیزی که موجب شده که الان مشکل اساسی باشه برای همین بحث تشکلیابی و اینکه بترسم. من یه نمونه با تحصیلی که دیروز خودم شکلش داده بودم اصفهان هر کامو میزنم با این مثال که قشنگ روانشناسی اجتماعی بشه مردم ایران. ببینید، دیروز ما یه تحصیل داشتیم فرض گرم، من اولین نفر بودم رفتم نشستم، داشتم یکی یکی از درخت ها میاند، 4 تا که شدیم که همه اومدن، یعنی میترسن. چرا میترسن؟ این ریشه ها باید راز روانشناسی اجتماعی بررسی بشه. یکی از این ترس 2 تا عامل داره، یکی عدم آگاهیه، یکی آگاهی. خیلی ها الان رو عدم آگاهی میترسن مشارکت کنن، رو عدم آگاهی. اون ترسی که رو آگاهیه، مثلا من میدونم که اگر با نظام مخالفت کنم خب میرم اوین، میرم زندان، هیچ وقت مخالفت نمی کنم، هیچ وقت مبارزه نمی بکنم. این رو آگاهی. اما این که این همکارای ما تو تحصان شرکت نمی کنن، انجیو ها فعال نیستن، این رو عدم آگاهیه. یعنی درک شرایط امروز را که فضای باز سیاسی هست، دولت روحانی نمیتونه سرکوب کنه، توان سرکوب نداره، نیاز داره، 6 ماه دیگه انتخابات مجلس، ببین اینا رو آگاهی ندارم تجزیه تحلیل کنم که 6 ماه دیگه که انتخابات مجلسه، این دولت نیاز داره ابزارهایی واسه دفاع از خودش بسازه که سقوط نکنه. این ابزارها خب از همه مهمتر مجلسیه که همراه خودش بشه. وقتی پس به مجلس آینده که توی اسفند ماه انتخابات هست نیاز داره، پس نمیتونه منو ناراضی کنه، نمیتونه منو محکوم کنه، نمیتونه منو باتون بزنه تو سرم، بازداشتم کنه.
اگه تحملش را ببره بالا. حالا این همکارای ما، جوونا، مردم این را نمی فهمن چون آگاهی ندارن. وقتی این آگاهی را ندارن الان نمیان از این شرایط در جهت شکلی انجیو ها، کانون ها، تحقیل شدن خودشون، تشکیلات استفاده کنن. اینجا بحث از یه ترس از راز روانشناسی اجتماعی هست رو عدم آگاهی. این همیشه بوده، تو دولت خاتمی هم همین ویژگی بود، زمان متصفش هم همین ویژگی بوده، الان هم بیشتر شده. این یه مورد. مورد دوم ترس رود آگاهیه. شما نگاه کن خیلی متفکرها الان مشارکت نمی کنن روی این که میگن مردم همراهی نمی کنن شکست میخوریم. وقتی شکست بخوریم یه سال دیگه، شیش ماه دیگه، پنج سال دیگه احمدی نژاد میاد ما تابلو شدیم تور میدازن. هم لحاظ تاریخی، روانشناسی، اجتماعی، یعنی بین رشته‌ای اگر ما کارگوچ کافی کنیم جامعه را، یعنی هم نگاه تاریخی داشته باشیم، هم جامعه شناسی، هم روانشناسی، افراد میترسن. عامه مردم اینه که اطلاعاتشون پایینه، رو عدم اطلاع میترسن. یعنی مثال اگر بزنم زرد داغ نیست فکر کنن داغه، دست نمیزنن بهش. متوجه منظورم؟ یعنی سرکوبی در کار نیست، فکر میکنن سرکوب میشن، مشارکت نمی کنن. چرا فکر میکنن سرکوب میشن؟ 88 را دیدن. فکر میکنن الان هم شرایط سال 88 در صورت که اون که متفکر جامعه شناسی خونده، تاریخ خونده میتونه که الان حکومت نیاز مشارکت داره، سرکوب نمی کنه. پس یکی از دلایلی که الان متاسفانه و حتی بدتر از دولت احمدی نژاد شده و استبدادی حاکم شده، این استبداد ناشی از توهم ترسی است که عامه دارن، به خصوص قشر ضعیف. قشر ضعیف یه حقوق آباری که داره میترسه قرض کنه، یه اگه قرض شد میمیره، برای همین محافظه کاری میکنه. الان تو همین تحصیلان شما اگر بخوای کارگو تکافی کنی اتفاقا کسانی بیشتر میان که دو شغلن، اصلا نیاز به حقوق معلمی ندارن، یعنی اینا بیشتر دارن میان. چرا؟ چون ترس ندارن، وابستگی به حقوق معلمی ندارن. پس یکی این توهم ترسه که دو دلیل جامعه ما هست. متفکران ما نگاه کردن حدود 160,000 نفر آماری که دارن میگن سال 88 از ایران اصلا رفتن، دربدر شدن، زندان رفتن، فلان شدن، رفتن. بحث بعدی هم ایجاد تفرقه. شما ببین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اون بالا نشسته اصلا دیگه یه جایی طرف رو بازداشت میکنه که دیگه واقعا ببینه کاریزما شده، یعنی یه استان را ریخته به هم طرف. خب چرا بازداشت نمیکنه؟ اون اونی که از پتانسیلی که وجود داره استفاده میکنه. چرا بازداشت کنه؟ طرف را تخریبش میکنه. چجوری؟ مثلا اگر تو دانشجوها با خود دانشجوها خرابش میکنه، اگر تو فرهنگیات با خود فرهنگیات خرابش میکنه. اینقدر دسته های مختلف وجود دارن تو فرهنگی ها، تنوع هست و کار گروهی نکردن که دیگه متحد شم انرژیشون را یک جا تمرکز برن روبروی حاکمیت و بتونن برای طبقه اجتماعی مثلا معلمی امتیاز بگیرن، میان میپرن به همدیگه، میان همدیگه را تحریک میکنن. آه این میخواد مدیر کل شه، اومده این حرفا را میزنه. خب آه مدیر کل شه بیلم از تو دفاع میکنه، چی کار داری که میخواد چی بشه؟ این میخواد بره مجلس، داره ما را ازمون استفاده ابزاری میکنه. خب بره مجلس، خدا کنه یه فرهنگی بره مجلس. ببین دیدگاه ها بچگانه است، همکارای همدیگه را تخریب میکنن و این تخریب ها باعث میشه صداشون خفه شه، همونجا درون خودشون خفه بشن، به بیرون از خودشون انتقال پیدا نکنن. این هم یکی از عواملی که منجر شده که تشکل ها شکل نگیره. یکی دیگه بحث مثلا محیط زیسته. خیلی جوان ها جمع شدن، انجمن های تشکیل دادن به نام محیط زیست که چون ایران هست برای دنیا جزء
خشکترین کشورهای دنیا داره پیش میره، خشکسالی برداشت در دریاچه ها داره میخشکه، رودخونه ها داره میخشکه، کمبود منابع آب، وسایل نقلیه های زیاد، محصولات کشاورزی همه شیمیایی شده، گوشت شیمیایی شده. خب جوانها احساس کردن انجیوهای تشکیل بدن، این انجیوها اومدن فرو پاشیدن. چرا؟ چون این جوانها وقتی جمع میشدن دور هم اصلا یادشون میرفت که هدف اصلی چی بود که گرد این قانون جمع شدن انجمنها. و حالا اگر مایل باشید سوال دیگه دارید من در خدمتتون هستم، اگر نیستم آخر شعای تاریخیش هم من میتونم یه مطلبی واسهتون اشاره کنم تا بینندگان از البته آقای زاری صدای شما مرتب قطع و وصل میشه، نمیدونم اشکالش از چیه. به هر حال این مشکل است که صدای شما هی مرتب قطع میشه. من که جام خوبه، مشکلی نیست. حالا امیدواریم که در تداومش مشکل. ولی به هر حال همونطور که شما اشاره کردید، یک بخشی از این وضعیت موجود در کل جامعه هم حتی اگه در نظر بگیریم، همونطور که شما گفتید، یک نادانی و ناتوانی که در این قضیه وجود داره و توهماتی که وجود داره، حتی به اینکه به طور عموم مردم اصلا این پروسه تشکلیابی رو اصلا نگذروندن در دوره تاریخی ایران. که حالا شما گفتید یک نگاه تاریخی هم به اون خواهید کرد، که ما متاسفانه می‌بینیم در مقایسه با کشورهای همجوار خودمون از جمله پاکستان، ترکیه، می‌بینیم که بیشتر از ما در رابطه با مسئله تشکلیابی جلو هستن و شاهد تشکل‌های صنفی اونها، فرهنگی اونها، حتی سیاسی اونها هستن و احزابی شکل گرفته به هر حال بیشتر پایه مردمی میتونم داشته باشه تا اینکه در ایران آنچه که به طور کاذب ما شاهدش بودیم، چه در دوره رژیم شاه با حزب رستاخیزی که بود و چه احزاب خودساختهی که الان ساخته میشه و به هیچ وجه جنبه پایگاه مردمی نه. بله، به هر حال این موضوعی هست که در اگر نخواهیم به این مواردی که به درستی شما اشاره کردین، اختلافات نظری، اختلاف نظرهایی که وجود داره، تنگ نظری هایی که وجود داره، ولی به طور ریشه‌ای که بررسی بکنیم میبینیم که این موضوع که موضوع تاریخی است در ایران، یعنی مسئله خیلی جدی است. متاسفانه بگوی آقای زاری، ما هم صدای شما من رو ندارید، من هم صدای شما رو هر از گاهی ندارم، ولی امیدوارم پیام من رو شما دریافت کرده باشید و سوال من رو دریافت کرده باشید که این جنبه تاریخی این قضیه که ما متاسفانه در این زمین عقب هستیم رو بتونید شما به اون نگاهی بیندازید. ببینید، بحث شکلگیری طبقه متوسط در اروپا که نجات پیدا کرد اروپا از شرایطی که الان ایران داره، تو ایران طبقه متوسط هنوز خیلی ضعیفه. برای اینکه تو طبقه متوسط شکاف‌هایی هست، خورده بورژوازی اینا، واقعا این شکاف‌ها باعث شده که خیلی حکومت استفاده ببره، به خصوص شرایط خاورمیانه. الان ببین تمام کشورهایی که توش حرکتی شد، از لیبی گرفته، مصر گرفته، عراق گرفته، سوریه گرفته، یمن، بحرین، هیچ کدوم رو به بهینه نرفتن در کوتاه مدت که الان طبقه متوسط ایران انگیزه ی حرکت داشته باشه. نمیدونم علاوه تاریخی متوجه میشه، یعنی امنیت انتخاب اول ایرانی الان، تا بعد مشارکت، تشکل و غیره. بله بله، صدای شما رو دارم آقای بابا، بفرمایید. بله، عرض کردم خدمتتون الان طبقه متوسط ایران امنیت خواسته اولیه شه، با حضور این داعش و این وضعیت عراق و سوریه و اینا قدرت تحلیل دارن، میگن آقا فعلا حقوق کم، اقتصاد خرابه، دیگه ناچار تحملش میکنیم، بهتر از اینه که به نوامیتون تجاوز که کشورمون مورد ساخت و ساز قرار میگیره، خدای نکرده تجزیه بشه فلان. این موردی که این بحث مشارکت و اومدن کار کردن را یکم تهدید میکنه و فرهنگی ها، دانشجو ها و غیره ساکت شدن. اگر نه فضا در کشور باز مقاله زیبایی دکتر پرویز پیران استاد دانشگاه شهید بهشتی، من جا داره از ایشون هم تشکر کنم، مقاله زیبایی داره تحت عنوان راهبرد توسعه در ایران.
راه برد توسعه در ایران را میاد امنیت فرض کرده، میگه تو ایران خوشداری باید شده که روستاها دور از هم به دور یک چشمه و چاه شکل بگیره، ایلات برای چراگاه دارن بیفتن به جون هم و ناامنی همیشه بوده، چون خوشداری هست آب نیست و چون ناامنی هست امنیت انتخاب همیشه یه ایران بوده. اینی افتادن دنبال یه آدم مستبد تا یه شاه مقتدری پیدا شه بره بیرون حمله کنه از بیرون یه چیزی بیاره، برای همین ایران همیشه دچار جنگ های طولانی بوده. الان هم همینجوره، الان هم ایران خوشداری گریبانش گرفته، خوشداری گریبان ایران رو گرفته، تحریم های اقتصادی هست، همه اینا باعث شده مردم ساکت بشن، ساکت نشستن، میترسن امنیت رو از بین بده. و اینه که تشکل یابی قانونهای سنفی اینا با این بحران روبروه. الان آقای زاری بله، اگر اجازه بدید من در همین نکته که شما مطرح کردید، به هر حال مردم ایران یک بخشی از وضعیت موجود رو هم در واقع اون عدم مدیریت درست و سیاست‌های غیر دموکراتیکی میدونن که جامعه ایران رو به این وضعیت هم کشونده. همونطور که میدونید در رابطه با مسئله محیط زیست و تخریب محیط زیست بسیاری از پروژه‌های غیر حرفه‌ای که صورت گرفته و الان شاهد نتایج فاجعه بار اون هستیم که به درستی در رابطه با مسئله سدسازی ها و در واقع از بین بردن زمین های کشاورزی مردم، برای این تغییرات و تحولاتی در دخالت های انسانی نابجایی که صورت گرفته بخشی از این نتایج اون حاصلش در این تخریب محیط زیست بوده و نتایجش که اون الان مشاهده می‌بینیم. برای الان مردم با یک گزینه دیگه یا مواجهن به این مرگ تدریجی که الان به خاطر شرایط بد اقتصادی که اونها تحمیل میشه، یعنی اگر فرضاً اصناف ایران مثلا کارگران و زحمتکشان ایران، مردم محروم ایرانی که الان از حقوق ابتدایی اولیه برخوردار نیست، حتی حقوق اونها ماها پرداخت نمیشه، این نه تنها امنیت اونها، حتی نوامیس اونها هم به زیر سوال میبره و به خطر میندازه، به خاطر اینکه برای تامین معاش اونها شما خودتون به درستی میدونید که بسیاری از زنان اینا مجبور به تنفروشی شدن به خاطر اینکه تامین بکنن هزینه های زندگی خودشون. یعنی امنیتی که شما میگید شما درسته، اما این تحلیل شما تحلیل روشنفکرانه، نه تحلیل مردم عادی. من میگم که مردم از جنگ میترسن، از تحلیل ندارم که کشاورزیشون رو به نابودیه، نمیدونم آموزش پرورششون رو به نابودیه فلانه، اینا رو تحلیل ندارم. این بحثی که شما میکنید بحث روشنفکرانه، بله کاملا موافقم با فرمایشتون. الان من رو همین مسئله خیلی حرف دارم، به عنوان یک کشاورز، من خودم کشاورزم هستم، علاوه بر اینکه دکترای تاریخ دارم، دانشگاه دارم تاریخ تدریس میکنم، آموزش تاریخ دارم تدریس میکنم، کشاورزی دارم میکنم تو علاقه دارم. مثلا همین بحث آب آشامیدنی مردم الان ندارن تو خیلی شهرها، ما تو کشاورزی داریم آب 90% آب ایران را اون آبی که هست هدر میدیم. برای چی هدر میدیم؟ میدن دولت توان این که یکی جایگزین این کشاورزیشون کنه و اصلا این محصول کشاورزی را ما از خارج از کشور وارد کنیم، هرچی هم گرون بخریم را پول آبی که اینجا هدر میدیم را ندادیم. یعنی اینقدر ما داریم آب تو بخش کشاورزی هدر میدیم به صورت سنتی. چرا؟ چون نمیتونه حمایت کنه کشاورزا، نوع آبیاریش را تغییر بده، آبیاری ترقابیه. مثلا کشت برنج الان در اصفهان، لنجان اصفهان، زرین شهر، تمام آب زاینده رود را اصلا داغون میکنه، هم آلودش میکنه، سموم که میزنن برمیگرده تو حوضه های آبری، تو استفاده از آب شهری و خیلی مشکل داریم. خیلی، یعنی این که شما فرمودید من کاملا درک میکنم، موافقم هستم، ولی دولت ناتوانه، یعنی شرایط که اصلا حمایت کنه و خیلیش هم برمیگرده به عدم مدیریت. تو دوره آقای احمدی نژاد توانا بود، نفت 140 دلار
به دلیل اینکه مشارکت متفکران نبود که فکر ارائه بدن، هدر دادن اون بودجه را و مدیریت بسیار افتضاح بود تو اون دولت. الان هم که مدیریت خوب، بودجه نیست. مدیریت نمیگم خوبه، نسبت به اون دولت بهتره، ولی بودجه نیست، پول نیست. هر جا هر کاری میخوان بکنن میگن اعتبارات نداریم، پول نیست. یعنی شما هر کاری الان تو ایران هر جا میخوان بکنن با مشکل عدم بودجه. تو این دولت مشکل عدم بودجه است، تو اون دولت پول اوور بود، عدم مدیریت بود. البته الان هم که متاسفانه من حتی این که باز شما میگید آقای ازاری، بازم اگر ما دقت کنیم به بودجه اختصاصی در حوزه های مختلف، باز میبینیم که باز به درستی در این قضیه کار انجام صورت نمیگیره. میبینید بودجه نظامی ایران، بودجه که به بسیج سپاس تعلق میگیره، حتی در این دوره جدید افزایش پیدا کرده، در این حال که بودجه آموزش پرورش، بودجه بهداشت، این همه کاهش پیدا کرده. یعنی اگر قرار باشه اولویت ها مطرح باشه، باز جناب آقای اعتماد، این در میگرده به ساختارها، ساختارها را اینا 36 ساله تج گذاشتن. بله الان برای آموزش برداره تمام حرف معلم ها همینه، میگن بودجه نداری، میگن آقا تبعیض هست، از اونجا که زیاد میگید به نظامی ها میگید بگیرید بدید این وقت، ولی نمیتونه حکومت پشتوانه که الان نظامی ها به جوری اونا رو ناراضی کنه. ساختارها غلطه، ساختارهایی که این نظام و شکل داده این 6 سال گذشته، این ساختارها غلطه. توان مگر اینکه زمان ببره، تحریم ها برداشته بشه، اصلاح طلب ها بیان برن تو مجلس، دولت ها حمایت کنن، کم کم ساختارها اصلاح بشه، که اینم برمیگردیم به همون تشکل ها. باید تشکل ها شکل بگیره تا اصلاح معنی بشه. تا تشکل ها شکل نگیره، نخبگان نیان نظر بدن، انجیو ها نباشه، اصلاح صورت نمیگیره. که همون استبدال اگر تشکل ها شکل نگیره، همون این ولایت فقیه و همون طبقات نظامیان و روحانیت و بالا تقسیم ثروت بکنن به نفع خودشون. متاسفانه من تایید، من تمام سوالات شما رو تخصصی دیدم، تشکر میکنم ازتون، فرمایشتونم کاملا موافقم که ساختارها ایراد داره. بله الان عدم مدیریت هم هست، اما این عدم مدیریت چیزی نیست که امروز به وجود اومده باشه، این چیزیه که 36 سال به وجود اومده، حتی ریشه های تاریخی داره از وقت باستان ایران. چرا؟ چون تاریخ ایران همیشه با استبداد عجیب بوده، تنها با این روش میرفته جلو. حالا اخیرا تو این 100 سال اخیر از مشروطیت حالا نظریه استبداد به چالش کشیده شده، بحث روشنفکری هست، بحث زمینی شدن علم و زمینی شدن قدرت هست، این مباحث. بله فرمایشتون رو کاملا تایید میکنم و طبق هم فرمایش شما موافقم که تا تشکل ها شکل نگیره، کانون های سنفی شکل نگیره، مشکلات جامعه ایران حل نمیشه و الان هم حکومت ناتوانه، توهم ترس هست، خود حکومت هم ناتوانه. چرا؟ چون اجازه بده معلمه تحصن کنه، میگه حقوق میخوام، از کجا بیاره بده؟ این تحریم ها واقعا من اصلا علت بازداشت هم مثال همین بود، من اشاره کردم گفتم که آقا این تحریم هایی که علیه ایران خودمون به خودمون تحمیل کردیم، مثل یک آدم 120 کیلویی، نمیدونم دیدید یا نه، یه آدم 120 کیلو وزنشه وقتی سرطان میگیره تو 6 ماه یک سال وقتی فوت، تحریم ها اینا این کارو کردن. من که داخل ایرانم دارم میبینم، یعنی اون 120 کیلو رو کردن 30 کیلو. تحریم های اقتصادی که به ایران تحمیل کرد آقای احمدی نژاد با بی تدبیری هاش، دقیقا اقتصاد ایران را فلج کرده. یعنی ایران را بدون جنگ و بدون اینکه بگن گزینه ما زیر میز میاریم رو میز، نمیدونم گزینه نظامی، بدون این حرفا، با تحریم این جفت 120 کیلویی را کردن به 30 کیلو. یعنی این تحریم ها کشور را فلج کرده. من سرتون رو درد بودم خیلی بیش از اندازه فکر میکنم صحبت کردم. همه فرمایشات شما رو من تایید میکنم. من به عنوان یه آدمی که هم حوزه کاریم آموزش پرورشه، هم به عنوان یک کشاورز، هم به عنوان دکتر تاریخ و جامعه شناس یه فوق تخصص، هم مقالاتی نوشتم در این زمینه، کاملا آسیب شناسی کردم.
من تک تک سوالات که شما کردید رو می‌بینم واقعا موافقم و همونجور که عرض کردم خدمتتون، امیدوارم تونسته باشم یه چهره ای از واقعیت، من مریض نیستم که بخوام ایران را خدای نکرده به نابودی نشون بدم، اون هدف روشن فکر اینه که واقعیت را نشون بده، اون چیزی که هست، نه اینکه بخواد جفا کنه، سیاه نمایی کنه. من دوست دارم کشورم آباد بشه، کشورم پیشرفت کنه به عنوان یه شهروند. اون چیزی که میبینم را تفسیر کردم که دیده بشه، که شنوندگان پی ببرن که راه علاج چیه. الان همین توهم ترسی گفتم، امیدوارم شنوندگانی که معلمن اخبار شما را میشنوند پی ببرن آقا بیاد مشارکت کنید، اصلا ترسی وجود نداره، بیهوده میترسیم رو عدم آگاهی. برحال خیلی ممنون، زنده باشی. برحال خیلی خوشحال شدم که در این گفتگوی شرکت کردید، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم برحال جامعه ایران شاهد حق درخور خودش برای آزادی و دموکراسی و در واقع رفع تمامی مشکلاتی که امروز با اون دست به گریبان هست بشه و برحال اون سناریوی سیاهی هم که شما میگید، مسئله حمله به ایران نمیدونم و تجزیه ایران، سرکوب بر حال ملت‌های ایران، اینا هیچ وقت رخ نده و اون چیزی که در کشورهای همسایه شدیم در ایران نباشه. من تشکر میکنم از شما جناب آقای اعتماد، زحمت کشیدید و از بینندگان محترمتون هم تشکر میکنم که بنده رو همراهی کردید، خیلی ممنون. من تشکر میکنم که بنده حقیر را تحمل کردم. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم. زنده باشید آقای، روزتون خوش. سرایز بیننده مشاهده کردید گفتگوی من رو با آقای اکبر زارعین در اصفهان در رابطه با تغییر تحولات رفتارهای اجتماعی مردم و عواملی که مانع از تشکل‌یابی اونها میشه، که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. حال توجه شما رو جلب میکنم به بخش دوم برنامه تلویزیون برابری و اون هم اختصاص داره به گفتگوی خانم مهناز قزلو با خانم‌ها الهی ایمانیان و پروانه حسینی در آمریکا پیرامون مسئله جنسیت و ورزش زنان. با ما همراه باشید در بخش پایانی برنامه تلویزیون برابری. فیلم برداری میشه. خواهش میکنم که در شخصیت شما شما اگه میخواییم برسیم لطفاً بریم تو برگاه کنه. ولی توی استادیوم آزادی مردا هر جای دوست دارن میکنن، هر فوش و هر لات بازی که از میکنن، فوکر نگو فقط مال زنه، دوست داری خوردن فقط مال زنه. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان عزیز، مهناز قزلو هستم با یکی دیگر از سری برنامه‌های آن سوی مکس. روند توسعه زندگی شهری و تغییر الگوهای حرکتی روزانه که منجر به کاهش فعالیت‌های حرکتی به ویژه در زنان میشه، کمترین نتیجهش تحت تأثیر و خطر جدی کم تحرکی قرار گرفتن اندام ها و عضلات و ضعف های جسمانی و عوارض دیگره. در ایران این تصویر به طرز غیر قابل مقایسه‌ای نگران کننده است. آیا کسی به فکر توسعه ورزش در میان زنان ایران هست؟ چند درصد از زنان در ایران ورزش می کنند؟ چه کسی مسئول ورزش نکردن زنان است؟ در جامعه‌ای که به زنان اجازه ورود به ورزشگاه ها برای حتی تماشای ورزش های مورد علاقه‌شون نمیدن، آیا این پرسشی لوکس نیست؟ مشکلات اساسی در عدم گسترش ورزش های همگانی در سطح بانوان کشور
ناشی از کمبود فضاهای ورزشی ویژه زنان، عدم فرهنگسازی مناسب در این زمینه از سوی مسئولان و رسانه‌های گروهی که در کنترل کامل سیستم‌های حکومتیه و از جمله حکومت اسلامی ایران و متاسفانه حتی تبلیغ علیه حضور زنان در عرصه‌های ورزش، کمبود نیروهای کارآزموده، مربی، عدم همکاری فدراسیون و بخش آموزش در رشته‌های مختلف ورزش‌های همگانی برای زنان، دسترسی نداشتن به فضای ورزشی عمومی، تفکیک جنسیتی کردن ورزش‌ها و به این بهانه منع زنان از ورزش، گران بودن ورزش‌های موجود، عدم سرمایه‌گذاری و حمایت مالی بر ورزش زنان و بسیاری از عوامل و فاکتورهای دیگه. متاسفانه این یه حقیقت تلخه که زنان ایرانی از فقر حرکتی رنج میبرن. بسیاری از زنان حتی در سن جوانی و دختران ایرانی دچار ضعف عضلانی هستن. نسل جدید از کوتاهی قد به علت عدم ورزش در طول این 40 دهه رنج میبره. عوامل اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان، بسیار از این دست تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر قابلیت‌های ورزش زنان داشته و داره. در نتیجه فقر حرکتی در آنها ایجاد شده، باعث نزول عملکرد اونها در اثر کاهش قوای جسمی شده. وقتی زنان از حضور در جامعه و به خصوص در حوزه ورزش منع میشن، از ورزش مختلط منع میشن، اجازه دوچرخ سواری ندارن، وقتی در پارک ها و خیابون ها اقدام به ورزش فردی یا جمعی میکنن با منع نیروهای انتظامی روبرو میشن، البته گاه و متاسفانه اغلب با متلک‌گویی و تمسخر افراد در جامعه روبرو میشن، چه باید کرد؟ مشکلات و چالش های پیش روی زنان در عرصه داخلی و بین المللی چیه؟ چرا ایران روی ورزش زنان سرمایه گذاری و حمایت مالی نمی کنه؟ حتی پوشش خبری هم داده نمی شه به بهانه های مختلف. و در جایی کسانی که برنده می شن یا مقام های قهرمانی میارن به بهانه های پوشش، از دادن جایزه به اونها خودداری می کنن. به بهانه جام جهانی 2015 فوتبال زنان که در کانادا در جریانه، با خانم‌ها الهه ایمانیان، پژوهشگر مطالعات زنان و بسکتبالیست حرفه‌ای، و خانم پروانه حسینی، فارغ التحصیل دانشگاه آریزونا و مفسر ورزش کشتی، درباره وضعیت ورزش زنان ایران از ابعاد گوناگون گفتگو می‌کنیم. خانم الهه ایمانیان، به شما سلام میکنم. سلام، خوشبختم که در خدمت شما هستم. سوال من این هستش که چرا ورزش در ایران تا این اندازه جنسیت زده است، در حالی که در بخش بین المللی زنان در تمامی انواع رشته ها حضور دارن؟ ببینید، اگر بخوایم به طور کلی نگاه کنیم، کلن ورود زنان به رشته های مختلف ورزشی در همه جای جهان با تأخیر همراه بوده. یه سری رشته ها و حوزه ها هستن در ورزش که اونها باز بیشتر از هر ورزش دیگه و بقیه ورزش ها مردانه تلقی میشن. یک رشته ای مثلا فوتبال که کلن در جهان زنان دیر به پا به این عرصه گذاشتن، همیشه رشته ورزشی مردانه تلقی می شده. اما خب در جهان همونطور که شما فرمودین، الان پیشرفت های خوبی در زمینه حضور زنان ما شاهد هستیم. همینطور که الان جام جهانی فوتبال زنان رو می بینیم که خیلی هم گسترده است، کشورهای زیادی شرکت کردن و خیلی هم خوب بازی ها خیلی خوب هست. در ایران اصولا دو تا عامل به طور کلی وجود داره که مانع این حضور زنان بوده. یکی خب عوامل قانونی هست و یکی عوامل فرهنگی و عرفی و اجتماعی. از نظر من عامل قانونی مهمترین عامله، برای اینکه عوامل فرهنگی و عرفی و اجتماعی نیاز به یک زیرساختی دارن.
و تا زمانی که ما مانع حضور زنان از ورود در ورزشگاه ها و ورزشگاه بشیم، این زیرساخت های فرهنگی هیچ وقت شکل نمیگیره. در واقع زیرساخت های فرهنگی از روی هوا به وجود نمیاد. اون زمینه و بستر قانونی رو برای زنان در ورزش به وجود بیاریم، از حضور زنان در ورزش های مختلف حمایت کنیم، از ورود اونها به استادیوم ها حمایت کنیم تا این زیرساخت های فرهنگی شکل بگیره. دلیل دیگه این که من خیلی زیرساخت‌های فرهنگی رو در ایران مهم نمیدونم اینه که در واقع ما اون زیرساخت‌ها رو داریم و اونا عوامل اصلی ما نیستن. برای این که ما حضور زنان رو در فضاهای عمومی در ایران در اکثر جاها داریم، در خیابان‌ها، در پارک‌ها، در سینماها، و هیچ مشکلی به وجود نمیاد. و اگر ما میخواستیم زنها رو در اندرونی نگه داریم و هیچ وقت اجازه ورود اونها رو به فضاهای عمومی ندیم، الان هم این آزادی عمل رو در این حد هم که زنها آزادی عمل الان در فضاهای عمومی دارن هیچ وقت نداشتن. بنابراین تا زمانی که زنها به این عرصه وارد نشن و حمایت نشن از نظر قانونی، هیچ وقت این زیرساخت‌های فرهنگی به سطحی نمیرسه که زنان آزادانه در این عرصه بتونن عمل کنن. شما اشاره کردید به مشکلات موانع در راستای حضور زنان در عرصه ورزش و یکی از اونها رو مسئله قانونی ارزیابی کردیم. در مورد منع ورزش زنان اساسا هست چنین قانونی به تصویب شده در پارلمان؟ تا جایی که من میدونم این یک قانون نانوشته است که همیشه هم تغییر میکنه. یعنی تا 3 سال پیش ما حضور زنان رو در استادیوم های بسکتبال و والیبال میدیدیم و حتی خیلی وقتا در خیلی از مسابقات ورزشی حضور زنان در استادیوم ها خیلی حتی بیشتر از استادیوم والیبال خیلی وقتا بیشتر از مردان بود. ولی 3 سال پیش یهو این مجوز لغو شد و بعد از اون اعتراض های وسیع زنان رو دیدیم پشت سالن ها و استادیوم های والیبال. ولی تا جایی که من میدونم نه، هیچ قانون صریحی که منع کنه زنان رو وجود نداره. آیا صرف سیستم حکومتی موجب عدم رشد قابل ملاحظه و حضور زنان در عرصه ورزش میشه؟ یعنی اگر این حکومت نباشد، آیا تمام موانع در مورد ورزش زنان یا حضور زنان آیا به نظر شما حذف خواهد شد؟ ببینید، موضوع این حکومت نیست، موضوع همیشه قدرته. و به قول فوکو، در واقع بدن یه سوژه‌ایه که در طول تاریخ دستمایه کنترل و نظارت اجتماعی بوده و یکی از نمادهای محدود کردن و سرکوب جنسیته. و بنابراین ما میبینیم که بیشتر از همه حوزه ها و بیشتر از همه نهادها، نهاد دولت و نهاد مذهب دو تا نهادی هستن که همیشه این سرکوب جنسیت رو انجام میدن، سرکوب جنسیتی رو انجام میدن و بیشترین بایدها و نبایدها رو پیرامون بدن زن قرار دادن و آزادی بدن زن رو محدود کردن، زن رو با بدن خودش بیگانه کردن، حضور زن رو در بسیاری از عرصه ها محدود کردن. بنابراین یکی از موضوعهای اصلی که وجود داره و در جهان هم وجود داشته همیشه این موضوع قدرت و بدن زن و سرکوب بدن زن و اینکه زنها میان جمع میشن، تجمع میکنن، اعتراض میکنن، بیانیه جمع میکنن، هزینه میدن، زندان میرن و در مقابل این موانعی که براشون به وجود میارن و در واقع در مقابل قدرت میایستن و دنبال پس گرفتن حق طبیعی خودشونن که از اونها طرف شده، اینها اعتراضات اجتماعی هستن که به انواع مختلف زنها انجام میدن تا این حق خودشون رو بگیرن. شما خودتون بسکتبالیست حرفه‌ای بودید در ایران، میتونم بپرسم از نظر تجربی شما با چه موانع و مشکلاتی اساساً در زمینه این ورزش روبرو بودین به عنوان یک زن؟ موانع اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم، موانع زیادی هستن. موانع اجتماعی هستن، موانع خانوادگی هستن، موانع نهاد مدرسه وجود داره. برای اینکه من بسکتبال رو از دبستان و در واقع از مدرسه و از تیم‌های آموزش و پرورش شروع کردم. خب در مورد تجربه شخصی من این شانس رو داشتم که در زمینه بسکتبال خانواده خیلی حمایتم میکرد در زمینه ورزش. هرچند که اگر بخوام از تجربه شخصی خودم بگم، برادرم همیشه حرفی رو به من میزد و من اون موقع ها نمیفهمیدم. بعد که پیش رفتم فهمیدم این حرف یعنی چی. همیشه به من میگفت من میدونم تو به بسکتبال علاقه داری، ولی تو به ورزش های دیگه هم علاقه داری و اونا رو تجربه نکردی. از ورزش گروهی و تیمی توی ایران تو به جایی نمیرسی. اگر میخوای در زمینه ورزش
موفق باشی برو و یک ورزش فردی رو دنبال کن. و این حرف خیلی درست بود. درسته که ما در زمینه ورزش زنان مشکل زیاد داریم توی ایران، موانع محدودیت ها خیلی کمه، بودجه خیلی کم اختصاص داده میشه و من یادم همون موقع ها ما برای اینکه تمرین کنیم چقدر باید التماس مردها رو میکردیم و با اون سالن ورزشی که میخواستیم تمرین کنیم میرفتیم میومدیم صحبت میکردیم که مثلا 2 ساعت از وقت مردها کمتر بدن و بدن به ما که ما بتونیم تمرین کنیم. ولی خب در عرصه با وجود تمام این مشکلات در عرصه ورزش‌های تیمی و گروهی در ایران خیلی بیشتره. یا مثلا در زمینه فوتبال بخوام بگم، من خودم خیلی به فوتبال علاقه من بودم و چون 2 تا برادر قبل از خودم داشتم زمینه برای من به وجود اومده بود که بتونم در کوچه و خیابون با برادرم و دوستای اونها فوتبال بازی کنم. ولی بعد از یه سنی واقعا کنایه های از همسایه ها آزاردهنده شده بود و اون موقع بود که مادرم تصمیم گرفت که منو ببره و کلاس فوتسال، حالا اون موقع که فوتبال نبود برای دختران، فوتسال ثبت نام کنه و واقعا نبود. هر تابستون من یادمه که من و مادرم تمام کلوپای ورزشی شهر رو میچرخیدیم. همیشه کلاسای تابستونه که شروع شد مامان من تلفن به دست به اینجا اونجا زنگ می‌زد که کلاس فوتسال پیدا کنه برای من، ولی وجود نداشت برای دخترها. حتی اون موقع من از وجود جام جهانی فوتبال زنان خبر نداشتم به خاطر اینکه در رسانه‌های ما اطلاع رسانی نمی‌شد. اما مثلا من که عاشق فوتبال بودم همیشه فوتبال مردا، فوتبال تیم باشگاه‌های اروپا مردا رو پیگیری می‌کردم، جام جهانی مردا رو پیگیری می‌کردم. برای اینکه هیچ رسانه‌ای در اختیار من نبود که این رو به من بگه که فوتبال زنان هم وجود داره و توی که به تماشای فوتبال علاقه داری و از بازی فوتبال من شدی الان میتونی فوتبال زنان رو تماشا کنی و به جای اینکه ستاره های فوتبالی تو مردان باشن، ستاره های فوتبالی تو میتونن حتی زنها باشن و تو میتونی خیلی الگوهای بهتری بگیری و انگیزه بیشتری برای موفقیت داشته باشی. یعنی میخوام بگم که این ضعف رسانه ها، ضعف صدا و سیمای ایران و روزنامه های ورزشی در پوشش اخبار ورزش زنان هم یک موضوع اصلیه که لطمه میزنه به ورزش زنان. بسیار متشکرم خانم الهی ایمانیان از حضورتون در این گفتگو. خواهش میکنم، ممنون که منو پذیرفتید. خانم پروانه حسینی پژوهشگر مطالعات خاورمیانه و انسانشناسی از دانشگاه آریزونا یکی دیگر از مهمانان برنامه ماست. من سلام میکنم به شما خانم پروانه حسینی. سلام به شما و شنونده هاتون. خانم حسینی یک معرفی کوچک از خودتون بدید متشکر میشم. من یکی از علاقمندان به ورزش کشتی هستم، ولی کشتی رو به عنوان ورزش ملی ایران علاقه خاص بهش دارم و توجه هم به ورزش کشتی در کل به کشتی و به ویژه به ورزش کشتی بیشتر توجه انسانشناسانه و دید اجتماعی دارم به ورزش به خصوص کشتی. و از اونجایی که کشتی ورزش ملی ایران هست برای من این سوال مطرح هست و دنبال جواب میگردم برای خودم که چرا زنان در ورزش ملی خودشون حضور ندارن. البته اخیراً خبرهای جدیدی هستش که حضور پیدا کردن در کشتی با کمربند، ولی خب همچنان پیگیری هستیم که مشارکت بیشتر و برابرتری با مردان داشته باشن در این ورزش. مشکلات زنان ایران برای ورزش قهرمانی در عرصه بین‌المللی رو اساسا شما چه میبینید؟ ارزیابیتون از چند و چون اون چی هست؟ خب ابتدا باید بگیم که یادآوری بکنیم حتما که زنان ورزشکار ایران به نسبت امکاناتی که دارن در ورزش‌های مختلف خیلی خوب درخشیدن. قهرمان‌های ورزشی ما داریم در سطح آسیا و نزدیک هستن بعضی از ورزش‌ها که رقابت‌های جهانیشون هم میتونیم امیدوار باشیم که به مقام قهرمانی بتونن برسن. اما اگر اونطور که استعدادشو دارن و با پشتکاری که نشون میدن و لیاقتی که دارن اگر هنوز به نسبت مردها مردان ورزشکار عقب هستن، بیشتر به دلیل امکانات محدودی هست که براشون فرام هست در کشور و گاهی محدودیت هایی که وجود داره، محدودیت هایی مثل محدودیت پوشش و محدودیت هایی که
به لحاظ قانونی بهشون تحمیل میشه. در جهان ورزشکارهای زن وقتی که حتی با پوشش هایی که اسلامی محسوب میشه مثل دختران کاراته کارمون و ورزش های دیگه فوتبالیستامون وقتی که در مسابقه های آسیایی و جهانی ظاهر میشن خیلی خوب میدرخشن. مشکل فقط مسئله محدودیت ها و امکانات هست. شما اشاره کردید به موانع قانونی، آیا اساساً قانون مصوبی در زمینه منع حضور زنان در ورزش وجود داره؟ تا جایی که من میدونم خیر، صراحتاً قانونی وجود نداره که زنان رو منع بکنه از حضور در عرصه‌های ورزشی، ولی چون تبصره‌هایی هست در مورد پوشش به طور غیر مستقیم مانع ایجاد میشه، یه مقدار دست و پاگیر میشه مسائل پوششی. مثلا همین یکی دو سال پیش بود که پوششی که دختران تکواندو کارمون داشتن کامل بود، فقط گردنشون معلوم بود و با وجود اینکه رسیده بودن به مقام قهرمانی ولی چون قبل از مسابقه فینال بهشون خبر رسیده بود که باید گردنتونم بپوشونین و از یک شالی استفاده کرده بودن گردنشون بپوشونن و بعد از مسابقه بعد از اینکه به مقام قهرمانی رسیدن مورد اعتراض تیم رقیبشون قرار گرفتن که اون درس کد رو رعایت نکردن و پوششون چیزی داشته که طبق قانون اون ورزش خاص نبوده، طلا رو ازشون پس گرفتن. یعنی میخوام بگم که من قانونی صراحتاً وجود نداره که زنان محدودیت دارن در حضور در مسابقات قهرمانی، اما به طور غیر مستقیم وقتی که مثلا از پوشششون اشکال گرفته میشه اونها رو محدود میکنه در مسابقات. ظاهراً در رابطه با این ورزش هم نبوده، گویا در رابطه با شنا و ورزش‌های دیگر هم بوده که فرد به مرحله پیروزی یا قهرمانی و به هر حال موفقیت دست پیدا کرده و به بهانه عدم رعایت حجاب گویا از معرفی اون به عنوان برنده امتناع کردن. سوال دیگر من این هستش که خانم پروانه حسینی، در سال‌های اخیر در فوتبال سالونی که گویا بهش میگن فوتسال اگه اشتباه نکنم در ایران اقدام به حذف و تصفیه و اخراج گروهی از بانوان شده به عنوان همجنسگرا، آیا اساسا اینها اجازه چنین کاری رو داشتن که جنسیت صرفا بحث تبعیض جنسیتی در عرصه ورزش به گویا مرد و زن محدود نمیشه؟ داستان چی بود دقیقا؟ ببینید این موضوع رو میشه حالا در دو سطح نگاه کرد، یکی سطح جهانی این که چه بحثی اطراف این موضوع هست و یکی این که خب در کشور ایران داره چه اتفاقی میفته. حکایت حالا البته اسمش هم نباید همجنس گرایی گذاشت، ربطی به گرایش جنسی نداره، بیشتر مسئله هورمون تستوسترون هستش که حالا این قسمت که دارم میگم در سطح جهانی بحث وجود داره که اگر زنانی هستن که هورمون تستوسترونشون بیشتر از یک سطح خاصی ترشح میکنه، آیا اونها باید در گروه زنان مسابقه بدن یا نه؟ این خب یک بحثی هستش که وجود داره و هنوز خیلی خیلی مناقشه‌ای هست، هنوز خیلی ها هستن که در موردش بحث دارن و توافق همگانی وجود نداره. اما در مورد تیم فوتسالیست‌های زنان ایران مسئله یک مقدار عجیب بود، به خاطری که معمولاً یک کشور نمیاد تیم ملی خودش رو ببره زیر ضرب و بگه همه باید تست بدین، همه باید آزمایش بدین و به صورتی به این موضوع نگاه بکنه که انگار حالا خطایی صورت گرفته، جنایتی صورت گرفته. معمولاً تیم‌های ملی با حمایت کشور خودشون بالا میان و مخصوصاً وقتی که به مقامات
حالا منطقه‌ای یا جهانی میرسن همچنان ازشون حمایت میشه، مگر اینکه رقبای خارج از اون کشور حالا یا اعتراضی داشته باشن یا مثلا فدراسیون‌های جهانی سوالی بپرسن. ولی در ایران عجیب این بود که بعد از اینکه فوتبالیست‌های زنان شروع کردن به امتیاز آوردن و خب مثلا در چند سال پیش نایب قهرمان در فوتسال آسیا ایران شد، درست موقعی که باید ازشون بیشترین حمایت میشد یک دفعه به صورت جنجالی شروع کردن اتهام زدن به تیم ملی، به همشون، و اینکه همه باید برن تست بدن. کاملا یک روش غلطی در مورد این موضوع، و به خصوص به خاطر اینکه در ایران خیلی خوب فرهنگ سازی نشده، اطلاعات خیلی ناقص هست، حالت ضربتی و اهانت آمیزی داشت این مسئله و باعث شد که تقریبا تیم از بین بره. خیلی ها مسائل باز به خاطر مسائل فرهنگی خیلی از این خانوم های فوتبالیست کنار کشیدن، دلخور شدن و آسیب دید، تیم آسیب دید. خانم حسینی، در رابطه با کشتی با توجه به علاقه ویژه شما به این ورزش و پیگیریتون، وضعیت این ورزش رو در ایران چگونه بررسی میکنید؟ حضور زنان در این عرصه از چه تاریخی اساسا شد؟ این راهکار برداشتن موانع و حضور بیشتر زنان به دست آوردن موفقیت و حضورشون در عرصه جهانی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ کشتی زنان در ایران، ببینید، کشتی ورزشی هست در ایران که بالاترین رتبه رو، مدال ها رو برای ایران میاره در مسابقات جهانی، به خاطر همین خیلی اهمیت داره. ایران قهرمان بدون چون و چرای دنیا هست در این ورزش. به همین دلیل عدم حضور زنان، غیبت زنان در اون خیلی محسوس هست. شاید از توی ایران که نگاه بکنیم خیلی اهمیتی نداشته باشه اینکه زنان در کشتی نیستن، به خاطر اینکه خیلی عادی شده نبودنشون. ولی اگر یه قدم عقب‌تر وایسیم و نگاه بکنیم به ایران، می‌بینیم که اتفاقا خیلی عجیبه که زنان در کشتی حضور ندارن، به خاطر اینکه بیشترین رتبه ها رو از همین ورزش میارن. ورزش ملی هست، ورزش تاریخی ما هست. پس اولین قدم این هستش که بپذیریم که این یک اشکال بزرگ هست که زنان در کشتی نیستن، حضور ندارن. و اگر زنان در کشتی حاضر بشن، قطعاً با استعدادی که در ایران میبینیم در مورد کشتی، قطعاً به تعداد مدال ها اضافه میشه. و الان که چند سالی هست زنان، حضور زنان در کشتی در دنیا خیلی مطرح شده و خیلی از کشورها به صورت خیلی جدی دارن روی موضوع کار میکنن که مشارکت بدن زنان رو در کشتی، تا چند سال دیگه مدال های کشتی فقط از طریق کشتی مردان نیست که وارد یک کشور میشه، زنان سهم زیادی خواهند داشت و در این مورد امکان داره که ایران عقب بمونه. این رو از دو دید میشه نگاه کرد، یکی از دید حرفه‌ای ورزشی که خب این یک اشکال بزرگ میشه که وقتی که یک کشوری قهرمان یک ورزش هست، به خاطر اینکه زنان رو به اندازه کافی نداشته باشه در همون ورزش، بخواد عقب بره در مورد مقام آوریش. از دید اجتماعی هم باز مسئله بزرگ این هست که در ورزشی که قهرمان جهان هستین چطور زنان وجود ندارن، ورزشی که ورزش ملی هست چطور زنان وجود ندارن. موانعی که در ایران وجود داره، یکی به لحاظ باز مسئله پوشش هست که خب کشتی ورزشی هست که دو بنده داره و خیلی شاید الان وقتی نگاه بکنیم به موضوع خیلی سخت به نظر برسه فکر بکنیم که زنان هم میتونن در مسابقات جهانی شرکت بکنن با دو بنده. این یک، حالا بماند جوابش بماند، فعلا داریم صحبت موانع رو میکنیم. دو، مسئله بلاز فرهنگی و نگاهی هست که به کشتی میشه به عنوان یک ورزش اصطلاحاً مردانه. این دوتا موضوعی هست که باید روش خیلی جدی کار کرد به لحاظ فرهنگی. حالا چطور میشه روی موضوع کار کرد و به لحاظ اینکه پوشش رو باید براش چه فکری کرد، هر کدومش چیزای جداگانه هستش که یه مقدار وقت میطلبه در موردش صحبت بشه. همون من فقط چون نمیدونم معنی دو بنده چیه، میتونم از خواهش کنم یه تعریف مختصری بدید تا اگر شنوندگانی مثل من ندونن توجیه بشن که دو بنده اصطلاحاً چه مفهومی در حال احتمالاً پوشش داره؟
دو بند لباس مخصوص ورزشکاران کشتی هست که در مسابقات رسمی باید بپوشن، که شورتی هست با یک حالت پیشبندی که تا بالای سینه میاد و با دو تا بند وصل میشه از پشت به باز به شورت ورزشی. پس در واقع به صورت از ران پاها به پایین پاها معلوم هست و دست ها و شانه ها بیرون هست. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در این گفتگو و از اینکه دعوتم رو پذیرفتید و وقت گذاشتید. خواهش میکنم، منم از شما ممنونم. دوستان عزیز، بیننده مشاهده کردید گفتگوی خانم مهناز قزلی رو با خانم ها الهه ایمانیان و پروانه حسینی در آمریکا در رابطه با مسئله جنسیت و ورزش زنان، که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. در همینجا برنامه تلویزیون برابری به پایان میرسه. خوشحال خواهیم شد که نظرات و پیشنهادات شما را از طریق تلفن و یا ایمیل تلویزیون برابری دریافت بدهیم. با ما ارتباط برقرار کنید و ما را حتما از نظرات و پیشنهادات خودتون آگاه سازید. به شما عزیزان که تا این ساعت با ما همراه بودید براتون بهترین آرزوها رو دارم و به شما عزیزان بدرود.